ما یه پروژه اصولا بزرگی راجع به ایران و لهستان پارسال داریم، امسال هم خواهیم داشت. این برمیگرده به زمانی که لهستانیا زمان جنگ روسا و آلمانا که لهستان رو تقسیم میکنن، روسا یه عده خیلی زیادی از لهستانیا رو میبرن به سیبری و اون مناطق شوروی اون زمان. بعد از یکی دو سال که اون وقت هیتلر به شوروی حمله میکنه، اینا لهستانیا آزاد میشن و بهشون گفته میشه که برن به ایران و بپیوندن به لهستانیا اونجا و ارتش جدید لهستانیا رو به وجود بیارن. این داستان خیلی جالب بود برای ما پی بردیم که چجوری لهستانی ها ایرانی ها چقدر با هم دوستی خوبی داشتن و به هم رسیدن، ایرانی ها چقدر به لهستانی ها رسیدن و اینا. بعد من روی این پروژه داشتم کار میکردم، این شب یادم افتاد که سال 76 اصلا ایران لهستان یه مسابقه فوتبال با هم بازی کردن و چه تیمایی هم بودن اون زمان. بنظر من بهترین تیم ایران بودم که تا حالا ما داشتیم، بازیکنای مثل علی پروین و حجازی و قریشخانی، اینا اصلا اسطوره های فوتبال ایران، با بهترین تیم لهستان با هم بازی کردن، 3-2 شد و اینو پیدا کردم. و بعد گفتم یه پروژه ما باید راجع به این درست بکنیم، این رفتی به این داره. خلاصه از اونجا شروع شد این پروژه که بعد کریستاپ روبوسکی همکار من که با هم کار میکنیم، من بازم تصادفا نمایشش رو دیدم و توی این یه اشاره میکنه به اینکه پدرش زمان جنگ رفت به سیبری و به ایران. من اینو که شنیدم یقش رو گرفتم، مسابقه فوتبالو که بهش گفتم، گفت آره اتفاقا من از سال 78 که ایران به جام جهانی رفت تمام عکسای بازیکنای اون زمانو دارم و بازیکنای تیم ملی رم دارم. خب دیگه این اصلا تصادف از این بهتر اصلا که این یعنی قسمت بود که ما با هم همو پیدا بکنیم و بعد از اونجا دیگه شروع شد این پروژه. اولین جشنواره که میریم جشنواره برای ادینبراس توی پاپ خواهد بود. ما میام اول دوست ما یک جعبه است، در واقع یه جعبه است که یه سوراخ داره، منتها زیرش یه دونه گرامافونه قدیمیه. شما روی میشینین بعد سرتون رو میکنین دوباره توی یه چیز دیگه، این هم سوراخ داره. از بیرون اگه دریچه رو باز بکنین میبینین یه سر یه آدم اونجاست و یه قطار داره دور سرش میاد. اول که وارد پاپ میشن همه دعوت میشن که برن یکی یکی توی این بشینن. این خب یه ربط خاصی داره به سیبری. بعد که این تجربه کردن اونجا یه دونه پرده بزرگ داریم، یه پروژکتور با ما حدود 255-6 تا عکس و دوستا فیلم تو این هست که ما جلوش وای میسیم و صحبت میکنیم با نشون دادن این عکس. این پروژه ما از جنگ جهانی دوم توش هست تا الان، اتفاقاتی که برای لهستانی تو ایران میفته، داستانای خصوصی خود ما، چجوری پدر مادر من همدیگر ملاقات کردن، کریس پدرش چیکار میکرد در این زمان، ایران بود لهستان بود، خودش چیکار میکرد، من خودم چیکار میکردم، انتخابات اخیر حتی، چون اینا هم به یه شکلی برمیگرده، فوتبال دیگه، تیم ملی فوتبال دوباره دستبند سبز به هم بستن. در چه دوره خیلی بزرگی رو ما به یه شکلی به هم وصل میدیم، از دیدگاه دو نفر که از دو تا کشور کاملا متفاوت میان، با یه بک‌گراند کاملا متفاوت، ولی به نظر میاد که خیلی چیزاشون شبیه همه. در واقع این تئاتری نیست که مثلا هنرپیشه بیاد نقش بازی بکنه، ما در واقع خودمونیم. یعنی من مهتاد سیف نقش مهتاد سیف بازی میکنه، کریستاپ روبوسکی نقش کریستاپ روبوسکی. برای من چیزی که بخصوص مهم بود این بود که لهستانیا وقتی به ایران رفتن زمان جنگ چه انس و نزدیکی بین ایرانیا و لهستانیا به وجود اومد. من با خیلی از لهستانیا که الان در انگلیس هستن که بچه بودن اون زمان در ایران و مصاحبه کردم باشون، صحبت کردم باشون و به خونه هاشون رفتم، عکس مثلا اصفهان هست چون خیلی از این بچه‌ها رفته بودن اصفهان، یه عکس از ایران همیشه اونجا هست. براشون اولین جایی بود که میدونین ازشون پذیرایی شد و یک انس خاصی دارن. از یه طرف تاریخا نشون میده که چجوری وقتی برعکس شد این جریان، چه رابطه عمیقی بین این دو تا کشور به وجود اومد. از طرف دیگه در واقع این برخورد پیشداوری و در واقع نژادپرستانه که حالا چه میخوان حساب ایرانی‌ها باشه یا میدل ایست باشه یا چه لهستانی‌ها باشه اروپای شرقی، اینا کاملا زیر سوال میبره. یه چیزی که ما توی نمایش تجربه کردیم اینه که مردم کاملا جذب این داستانا میشن و لذت میبرن، چون داستان عاشقانه توش هست، این سوال تا مثلا همه برای همه هست، درنچه تقریبا نمیتونن به خودشون اجازه بدن که اون حالتهای پیش داوری رو داشته باشن.